تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه ما چند دقیقه تفسیر میگیم. رسیدیم به جزء 20 سوره قصص، آیه 62، 63، 64. این سه تا آیه رو با هم 4-5 دقیقه نگاه کنیم. اما آیه 62: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. روز قیامت خداوند ندا میزند، خداوند مشتکین رو روز قیامت صدا میزنه، میگه عین شرکایی، اینا که شریک من قرار میدادید به جای من سراغ اونا میرفتید کجا هستن؟ این هم شرکایی الذین کنتم تزعمون، شریک واقعی که نبودن. تزعمون، زعم، تو دنیای خیال و پندار خیال میکردید که اینها شریک من هستن، حال کجا هستن؟ این معلوم میشه که در قیامت مسئله دادگاه حضوریه، دادگاه علنیه، خداوند با مردم گفتگو میکنه. عین شرکایی، ندا میزنه. و یوم ینادیهم، روزی که ندا میکند خداوند اینها رو، میگه عین شرکایی الذین کنتم تزعمون، شرکایی رو که برای من شریک قرار میدید تو دنیای پندار و خیال، چون حقیقت که نداره، در حقیقت من شریک ندارم، شما خیال میکردید من شریک دارم، حال کوشن. آیه 63 بشنوید: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اون شریكا و کسانی که حکم عذاب بر اونها محقق شده، یعنی اونا که جهنم شو قطعی شده، مشتکن، حتما ببرن جهنم، اونا میگن ربنا ها اولئ الذین اغوینا، میگن پروردگار اینها کسانی هستن که ما رو گمراه کردن، اینها کسانی هستن که ما گمراه کرده ایم، ها اولئ الذین اغوینا، اینا رو ما گمراه کرده ایم، اغوینا هم که ما غوینا، همون گونه که خودم گمراه بودیم اینا هم گمراه کردیم، فعلا تبرعنا الیک، ما از اینها تبره میجوییم. ما کانو ایانا یعبدون، اینها بنده ما نبودن، بنده حبس خودشو بودن. کلمه ها اولا، چون در آیات دیگه هم هست که خداوند هم مشتکین و قیامت زنده میکنه، هم اون بت‌ها و مجسمه ها و طاغوت ها و، یعنی هم اون کسی که عبادت کننده هست، هم اون موجودی که عبادت شونده هست، عبادت کننده و عبادت شونده رو هر دو رو احضار میکنه. و اون روز همون کسی که من عبادت کردم، مجسمه بوده، طاغوتی بوده، هر چی بوده که من اطاعتشو کردم، عبادتشو کردم، او از من متنفره، میگه نه آقا، این میگه این دنبال هوس خودش بود، عقب ما اومد. تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ما از اینها تبرع میجوییم، متنفریم. اینها یعنی حتی سنگها و مجسمه هایی هم که ما میپرستیم، او سنگام روز قیامت به زبو در میان، میگن که اینها ما اینها رو قبول نداریم. عجب. یا غیر سنگ، مثلا فرض کنیم که ما دنبال یه پاد، دنبال یک ستمگری، دنبال یک طاغوتی میریم، روز قیامت همون طاغوت میگه که اینا به خاطر هوسش دنبال ما آمدن. حتی اونا میگن انا کنا لکم تبعا، ما تابع شما بودیم، فهل انتم مغلون، نمیتونید شما یه دردی از ما دوا کنید، میگن ما خودمون رو داریم میسوزیم. نفرین میکنن، میگن خدا یا عذاب ای طاغوتا رو دو برابر کن، آتم ضعفین من العذاب، خدا میگه به کلن ضعفون، شما دو برابره.
اونها دو برابره، چون هم کج رفتن هم شما رو عقب خودشون کج بردن. شما هم که دو برابره، چون شما هم کج رفتید هم با کج رفتنتون اون رهبران کج را تأیید کردید. آیه 64 بشنوید. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. گفته میشه اون شرکایی رو که خیال میکردید بخوانید. فدعوهم، خطاب به اینا مثل که آقا میگه در دنیا به جای من سراغ غیر خدا نرفتید، حالا اون دون الله ها رو، اون غیر خدا ها رو، اون شریک ها رو بخواید کمکتون کنه. وقیل گفته میشه ادعو شرکاءکم، دعوت کنید بخوانید شرکایی رو. فدعوهم، این هم صدا میزنن میخوان، اما فلم یستجیبوا لهم، کسی اجابت نمی کنه اینها رو. ورأوا العذاب لو انهم کانوا یهتدون، اینها وقتی عذاب دیدن میگن لو انهم کانوا یهتدون، ای کاش ما هدایت یافته بودیم، ای کاش دنبال اینا نمیرفتیم. عقب چی خوندن؟ ما همه افراد هستن در تحصیلات هم اینطورن، سالهای طولانی عمرشون رو در یک راهی خرج میکنن که هیچ فایده نداره. روز قیامت به اینا گفته میشه که چه کردید عمرتون رو؟ از عمر سوال میکنن عمرتون رو چه کردید؟ میگن والا در من خودم دیدم افرادی رو که ازش پرسیدم گفتم مثلا من در 18 سال در فلان رشته من کار کردم. گفتم خب نتیجه چی بود؟ به چه درد خود این رشته؟ آخرش گفت که والا عوضش به من گفتن فلانی در فلان رشته محققه. گفتم بذار 18 سال عمرت دادی برای که مثلا چند نفر به ایشون میگن که مثلا خیلی مهمه کارهایم که ما میکنیم گیر داریم. حدیث داریم روز قیامت به بعضی قاریا میگن شما چه کرده؟ میگن ما قرآن میخونیم. خدا میگه دروغ میگید، قرآن میخونیم خوندید که میگن صوتش خوبه. عده میگن جبهه، روز قیامت میگن خدای ما رزمنده بودیم. خدا و فرشته میگن دروغ میگید، رفتید جبهه تا بگن فلانی شجاعه. عده میگن ما پول خرج کردیم، خدا و فرشته میگن دروغ میگید، شما پول خرج کردید تا بگن فلانی سخاوت داره. هر چیزی غیر خدا باشه پرده که کنار میده دستمون نخواهد گرفت. آدم ها، پول ها، مدرک ها، اگر کار میکنیم برای خدا دست بخونیم، عزت میخوایم برای خدا دست بخونیم. و غیلت او شرکاءکم، به اینها گفته میشه غیر خداهایی رو که کسانی رو که شریک خدا قرار میدادید به جای خدا پرستی، مدرک پرستی، مقام پرستی، پول پرستی، وطن پرستی، این چیزایی که میپرستیدید به جای خدا، میدونید حق جای دیگه، منتها به خاطر حفظ وطنت، حفظ لباست، حفظ فامیلت، حفظ پستت، خدا رها کردید، اینا رو حفظ کردی. خب یالا دعوت کنید اینا کمکی بکنن. فدعوهم فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب، عذابو میبینن. بعد وقت اینجا میگن لو انهم کانوا یهتدون، ای کاش ما هدایت میشدیم و گرفتار نمیشدیم. یکی از اسمای قیامت یوم الحسره، یعنی قصه میخورن که عجب. گاهی میگن یا لیتنی کنت ترابا، واقعا اینطور است. گاهی وقتا یه زمین ارزون تو بیابون، یه خیابون ابغلش در میشه کلی گرون میشه، این زمینه گرون میشه به خاطر یه خیابون. وقت چند تا پیغمبر و امام و اولیاء خدا از بغل ما رد میشن و ما گرون نمیشیم، یعنی زمینه گرون شد، ارزش بده که بده آدم، ارزش بده که چقدر کتاب ها میخونه، حرف ها میشنوه، دلائل، منطق، نمونه ها، معجزه ها، همه رو میبینه با چشم خودش، اما هیچ گرون نمیشه، تکون نمیخوره. خیلی وقتا خاک از انسان بهتره، خاک یه دونش میده یه خوشه میده، ما همه چیزی میخوریم یه سبحان الله بعضی نمیگن. خدای تو به حق محمد و آل محمد، او روزی که گفتگوهاست بین ما و خدا، بین ما و شیطان، بین ما و فرشته ها، بین خوبان و بدان، بین خوبان و خوبان، بین بدا و بدا، همه اینها گفتگوها، یه گفتگوهای قیامت صحنه عجیبی داره. به خدا میگن خدا یا منو برم گردو، خدا میگه خفه شید، 60 سال 70 سال 80 سال عمر کردید، یک لحظه فرصت نکردید توبه کنید. به شیطان میگن تو بودی، میگه چشمتون کن نباید عقب ما بیاد، من وسوسه کردم مجبورتون کردم.
به مجرمین میگن ما دنبال شما بودیم، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر شما نبودید ما خوب بودیم. خدا میگه نخیر، بلم تکونوا مؤمنین، گیر تو خودتونه. به طاغوت ها میگن عقب شما اومدیم، میگن خب نبود، بیه مجبورتون نکردیم. به فرشته جهنم میگن از خدا بخواد جهنم رو تخفیف بده، میگه فایده نداره. گفتگوها در قیامت زیاده. خدایا این آیه 62 63 64 چند تزی گفتگوها بود؟ گفتگوی خدا با بت پرستا. خدایا روز گفتگوها، روز استمدادها، روز فریادها و نعره ها، و روز خطرناکی که امیرالمومنین و اولیای تو این آیات رو میخوندن و عشق میرختن، اون روز ما را، همه ما را از همه خطرها دور بفرما. آیه 64 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.